سلام عرض میکنم خدمت همه دنبال کنندگان عزیز، دوست داشتنی، مهربان و با مرام و معرفت و گل گلاب کانال یوتیوب کلاب هاوس فارسی. با یه محتوا و ویدیو جدید دیگه در خدمت شما هستم. مهدی هستم، ادمین کانال. امروز که باهاتون صحبت میکنم روز شنبه یعنی 30 اکتبر هست و امیدوارم که تا به حال از برنامه هایی که در این چند روز و در روزهای گذشته خدمتون ارائه دادیم راضی بوده باشید. تمام تلاش شما و بچه هایی که کار میکنن با کانال اینه که شما این رضایت رو داشته باشید و واقعا برای ما مهمه رضایت دنبال کننده و اعضای خانواده ما. این محتوا با آقای مراد ویسی همراه هستیم، تحلیل ها و همینطور پرسش و پاسخی که در اتاق برگزار میشه با آقای مراد ویسی پیرامون سوالاتی که بسیار زیاد پرسیده میشه هم در فضای فعلی و هم در گذشته، و اون مدل حکومتی بر فردای پس از جمهوری اسلامیه که آیا اساساً میتوان امید داشتش که یک مدل حکومتی اونچنان که در سوئیس هست، سوئد هست یا در سایر کشورهای دموکراتیک هست در ایران شاهد باشیم، یا هنوز ما و جامعه ایران چه از لحاظ فرهنگی و چه از لحاظ استراتژیک و منطقه‌ای توانایی این رو نداره که شاهد مردمش و همسایه‌های اطراف شاهد این باشن که ایران چنین مدل حکومتی داشته باشه. از همه مهمتر از آقای ویسی هم سوال پرسیده شد و هم خود آقای ویسی بارها و بارها این تحلیل رو پرداختن که بهترین مدل حکومتی از نظر ایشون مشروطه سلطنتی هستش. البته ایشون باز هم تکرار می‌کردن که این مشروطه سلطنتی میتونه به زعامت رضا پهلوی باشه، و این هم و این تحلیلش هم بر پایه این بود که از نظر ایشون بین نیروهای اپوزیسیون تنها فردی که اقبال بسیار زیادی در مقایسه با سایر نیروهای اپوزیسیون عرض میکنن، اقبال بسیار زیادی مردم نسبت بهش دارن و در همین اعتراضات اخیر هم نشون دادن که این طور هستش، شخص رضا پهلوی، خانواده ایشون و اون بک‌گراندی که نسبت به این خانواده در اذهان جامعه و به خصوص نسل جوان باقی مونده از نظر آقای ویسی ایشون فرصت و شانس بسیار بزرگی برای شکل دادن یه مشروطه سلطنتی، البته بسیار متفاوت با اون مشی که پدرشون و پدر بزرگشون در تاریخ طی کردن، یعنی فقط پادشاهی بکنه شاه و سلطنتش رو بکنه و در کارهای اجرایی و کارهای دولت و کارهای قانونی هیچ دخالتی رو نداشته باشه. و البته تحلیل‌های خودشون هم دارن که چرا به دنبال همچین چیزی هستن و به دنبال جمهوری نیستن، و گوش میکنیم با هم دیگه تحلیل آقای ویسی. و البته در جای این اتاق هم پس از این تحلیل خیلی نسبت به تحلیل آقای ویسی انتقادات بسیار زیادی شد از ناحیه بعضی از دوستان انقلابی و کسانی که حالا با خاندان پهلوی هم مشکل داشتن یا فکر مشکل داشتن که فکر میکردن این مدل منظور که کار نمیکنه. میریم اول برای پیش درآمد یه سری صحبت های آقای ویسی رو گوش میکنیم، بعد برمیگردیم. من هر قسمت جمع‌بندی گفتگوها و سوالاتی که مطرح میشه رو در قالب یک سوال مطرح میکنم و پاسخ آقای ویسی رو میشنویم. بریم اول صحبت اولیه آقای ویسی رو بشنویم. ببینید واقعیتش من این نظر رو خیلی قبول ندارم، یعنی برای کشوری که یک موقع امپراتوری بوده و یکی از دو امپراتوری بزرگ دنیا بوده، ایران و یونان، بعد که یونان رفت روم اومد باز ایران و روم، ایران کشوریه که ظرفیت‌هاش فراتر از مرزهاشه،
درسته که الان ما در منطقه هستیم که به هر حال تعداد کشورهای عربی بیشتره، اونا 22 تان و با هم هستن، هولوش 22 تان، ولی واقعیتش اینه که ایران به لحاظ تاریخی و به لحاظ سرزمینی این استعدادو داره یه چیزی بین قدرت منطقه‌ای و ابرقدرت باشه. اینی هم که فرمودن که نفرین سرزمینی و جغرافیایی، اتفاقا من برعکسش معتقدم. جغرافیای ایران جغرافیاییه که خیلی از کشورهای دیگه در آرزوشن. یه پا در خلیج فارس با اون وسعت مرزهای دریایی که ما رو متصل میکنه به همه مناطق اقتصادی دنیا و مبنای واردات صادرات ماست، با اون قدرت عظیم جایگزینی بنادر که موقعی که ما خرمشهر آبادان از دست میدیم، بندرهای شهید رجایی، شهید بهشتی و شهید باهنر رو فعال میکنه در خلیج فارس و دریای عمان، از نظر اون هم بنای تمدنی تاریخی، همینی که همین الان هم موقعی که جامعه ایران رو نگاه میکنی، جامعه ایران جامعه پرشور و زندهیه. شما لایه های زیرین رو نگاه میکنید، میبینید به لحاظ فرض کنید موسیقی چقدر لایه های قدرتمند و با اصالت، با تنوع تو جامعه وجود داره، به لحاظ گفتمان های سیاسی که در سطح کشور وجود داره. کمتر کشوری از در خاورمیانه که این همه گفتمان سیاسی توش وجود داشته باشه و این گفتمان های سیاسی هم پرقدرت باشن، یعنی تولید ادبیات کرده باشن، از بدونن راجبه چی دارن صحبت میکنن، طرفدار داشته باشن، تداوم تاریخی داشته باشن. فرض کنید گفتمان چپ مارکسیستی، گفتمان ملیگرایی پادشاهی، گفتمان مذهبی، گفتمان اسلام سیاسی، ترکیب اینها، گفتمان ملی مذهبی، گفتمان قومی، هیچ کشوری اینقدر گفتمانهاش در منطقه من ندیدم زنده باشه. مطمئن بحثی که دارم این هست که هیچ کدوم از این گفتمان ها به تنهایی نمیتونن ایران رو اداره کنن. اصلا ایران کشوری نیست که بشه با یکی از این گفتمان ها به تنهایی ادارهش کرد، چون بقیه گفتمان ها ایزوله میشن، حاشیه نشین میشن و اون موقع علیه اون گفتمان اصلی شورش میکن. شماش انقلاب اسلامی گفتمان و شورش مشترک چپ ها و اسلامی ها علیه گفتمان ملیگرایی تاریخی بود که بر اساس پادشاهی 2500 ساله. درگیری های اول انقلاب درگیری گفتمان های قومی با گفتمان های مرکزگرا بود، گفتمان‌های سکولار بود با گفتمان اسلام. هنوز هم که می‌بینید بالاخره این گفتمان‌ها در کشور بین ایرانی‌ها هنوز هست دیگه. یه گفتمانش حاکمه، اسلام سیاسی رادیکال شیعه، ولی بقیه گفتمان‌ها نابود نشدن، به قدرت هنوز وجود دارن. هنوز گفتمان چپ مارکسیستی عدالت جو قویه در اینا، فقط اجازه ظهور پیدا میکنه. شما در خارج از کشورم نگاش کنی، حزب داره، تشکیلات داره. گفتمانی که بر اساس پادشاهی 2500 سالش قویه، روز به روز داره توجه هم بهش بیشتر میشه. گفتمانی که معتقد به گفتمان مذهبی در کشور، خودش چندین بال داره، یه بال اصلاح‌گرا داره، یه بال اصولگرا داره، یه بالی داره که اصلا معتقد به عدم دخالت دین در سیاسته، مثل کسایی که طرفدار عدم ورود روحانیت به جامعه.
میخوام بگم این کشور خیلی زنده است، گفتمانهاش قویه، در هر دوره یکی از اینا حاکم بوده و تجربه 150 سال اخیر نشون میده هیچ کدوم از اینا به تنهایی نمیتونن کشور اداره کنن. شما همین الانش که نگاه کنید، چه در درون جمهوری اسلامی چه در درون اپوزیسیون، مجموعی از گفتمانهای قدرتمند رو میبینید. من اعتقادم اینه کشور رو نمیشه با یک گفتمان اداره کرد. راهش چیه؟ راهش اینه که مردم اجازه بدن که هر گفتمانی رو که میخوان برای یک دوره موقت بهش رأی بدن، همه گفتمان ها خودشون رو به مردم عرضه کنن، بقیه گفتمان هم رأی نیاوردن صداشون باشه، به میزانی هم که رأی دارن بتونن صداشون رو برسونن به مردم، تو این تلاش دموکراتیک بکنن که در دوره بعدی انتخابات 4 سال بعد 5 سال بعد هرچی هست خودشون رو به مردم عرضه کنن، مردم هم انتخاب کنن. اگر ما چون این ایرانی داشته باشیم، اون موقع در منطقه میتونه جای خودش رو، اون جایگاه شایسته ای که داره رو پیدا بکنه. مشکلی که ما اینجا وسط داریم، هر کدوم از این گفتمان ها که موقعی که داری نگاه میکنی، تقریبا تمام این گفتمان ها نگرش هاشون حذفیه، یعنی میگن اگه من بودم بقیه رو باید حذف کنم. شما ببینید بالاخره یه موقعی در این کشور، موقع گفتمان ملی گرایی شد برای 2500 سال، تقریبا به شکل افراطی تلاش شد بقیه گفتمان ها از جمله گفتمان های چپ و اسلامی حذف شد. گفتمان اسلامی که سال 57 اومد سر کار، کل به شکل افراطی تلاش کرد گفتمان های ملی و گفتمان های چپ رو حذف بکنه. اونها هم متقابلا هر جایی که دستشون بر اومد دنبالی میدن که حذف کنه گفتمان اسلامی رو. ما مثلا از دوره مشروطه تا انقلاب که یه چیزی حدود مثلا 75 سال کمتر، 72-73 سال میشه، یک دیوان سالاری در این کشور شکل گرفت، مبتنی بر کسایی که رفتن اروپا درس خوندن، اومدن تو ادارات، توی ارتش، یک سرمایه انسانی از مدیرها شکل گرفت، یک تجربه ای از کشورداری. بعد ما سال 57 یه جا همش رو دور انداختیم. یعنی اگر مثلا 50,000 تا مدیر بود، 40,000 تا مدیر بود، 10,000 تا مدیر و هرچی بود، در سازمان های دولتی، در قوه مقننه، قوه مجریه، قوه قضاییه، در ارتش، سال 57 یه جا همه رو دور انداختیم. پاکسازی، کسایی که اون دوره یادتونه، پاکسازی شروع شد و گفتن هر کسی که با رژیم سابق بود و پست داشته نمیشه باشه. خب اگر الانم بیاییم فرض کن اپوزیسیون بر جمهوری اسلامی غلبه کرد، اگر یه بار دیگه همه این سرمایه انسانی رو که با سعی و خطا به دست اومده همش رو حذف کنی، این حذف رو تا کی میخوایم ادامه بدیم؟ اومد و بعدش بعد از یه مدت دیگه یه گفتمان مثلا چپ ها حاکم شدن، پادشاهی خواه ها رو حذف کردن، پادشاهی خواه ها اومدن چپ ها رو حذف کردن، مرکزگره ها اومدن قومیتی ها رو حذف کنن، قومیتی ها بیان ملی مرکزگره ها رو حذف کنن، جواب نمیده. این کشور نیاز به آشتی ملی داره، محورش هم باید رأی مردم باشه. هیچ کس نمیتونه به نمایندگی از مردم صحبت کنه. اصلا ملاکی در این دوره که تاریخ هست کم هزینه ترین را دموکراسیه، یعنی از مردم بپرسی کدوم که از اینا رو میخواد. خب دوستان، پس از این صحبت‌های اولیه آقای ویسی، یه تحلیلی در اتاق شکل میگیره و در نهایت منجر به این میشه که همونطوری هم که خودتون حالا در دقایق پیش شنیدید، گفتمان‌های متفاوتی در فضای سیاسی و سپهر سیاسی کشور موجوده، هم بین نیروهای سیاسی و هم بین مردم، و اقبالی که مردم الان نشون میدن از نظر آقای ویسی یه چیز خیلی جالبی و کاملا هم درسته، و من فکر میکنم بارها و بارها ما شنیدیم این موضوع رو که مردم وقتی ازشون میپرسن که الان شما چه مدل حکومتی میخواد یا
چه نوع زندگی میخواید، هدفتون اصلا چیه که الان اعتراض دارید یا ناراحتید. فکر میکنم بدون استثناء همشون بر سر یک جمله اشتراک دارن و اون همینه که آقا ما میخوایم زندگی بکنیم. متاسفانه مخصوصا در سالهای اخیر، حالا از بعد به تشکیل جمهوری اسلامی در 43 سال حکومتش، هر سال که بیشتر از عمر جمهوری اسلامی میگذشت این مؤلفه شاد زندگی نکردن و اساسا زندگی نکردن و گرفتار شدن در معادلات و تعاملات زندگی و مخصوصا زندگی معیشتی باعث شده که مردم دور بشن از این داستان و الان براشون به صورت یک آرزو در اومده، مخصوصا در سالهای اخیر به واسطه تحریم ها، گرونی ها و تمام گرفتاری هایی که بر سر مردم اومد. من فکر میکنم که یک آرزو هست و یک جمله مشترک و فصل مشترکی که مردم فارغ از هر نوع حکومتی و هر گرایش سیاسی که بهش تعلق دارند بر سر یک چیز اتفاق نظر دارند و اون همین که زندگی بکنن و زندگی راحت و بدون دغدغه‌ای داشته باشن که حق هر انسانیه. آقای ویسی پیرامون این موضوع هم یه تحلیلی داره، میریم اون تحلیل هم گوش میکنیم، خالی از لطف نیست که با هم دیگه گوش کنیم معنا و مرادی که آقای ویسی از معنای زندگی خوب میگیره. به نظر میاد گفتمان قالب هیچ کدوم از اینا هم نیست. گفتمان قالبی که در بین همه مردم ایران و در بین همه طرفدارای این گفتمان ها داره نیرو جمع میکنه و داره تبدیل به گفتمان اصلی میشه، گفتمان زندگیه. خیلی از ایرانی ها میگن ما میخوایم زندگی کنیم، اصلا فارغ از اینکه طرفدار جمهوری هم مخالف جمهوری اسلامی هم، کردن، ترکن، عربن، پادشاهی خان، جمهوری هم، سکولار هم. خیلی از نسل جدید ایران میگن ما میخوایم زندگی کنیم، مثل بقیه مردم دنیا زندگی کنیم. و در 14 دهه اخیر چه حاکم بودیم چه غیر حاکم، چه گفتمان مغلوب بودیم چه گفتمان غالب، خیلی زندگی نکردن مردم. زندگی هم به همون معنای زمینیش هم که بقیه مردم دنیا زندگی میکنن، یعنی راحت بتونن بچهشونو بفرستن مدرسه، فکر پولش نباشن، راحت بتونن خرج روزمرهشونو در بیارن، بازنشستگیشون، سفرشون، این چیزهایی که مردم دنیا زندگی میکنن. حالا یکی اگر مذهبیه مذهبی، یکی اگه مذهبی نیست مذهبی نیست. به نظر میاد اون چه که بین مردم ایران و نسل جدید ایران داره قوی میشه گفتمان زندگیه، نه گفتمان چپ یا راست، اصولگرا یا اصلاح طلب، پادشاهی یا اسلامی، کمونیسم یا قومی. من فکر میکنم این داره به گفتمان غالب تبدیل میشه و به زودی همه گفتمانهای موجود رو کنار میزنه. و اگر در اون شرایط یک آدم عوام‌فریبی پیدا بشه که بتونه این گفتمان رو نمایندگی بکنه، ملت دچار پوپولیسم میشه. اگر نه، ملت از خودش درایت نشون بده و نخبگان سیاسی کشورم از خودشون درایت نشون بدن، این امید وجود داره که به مسیر درست بریم. این احتمال هم وجود داره که مردمی که دنبال زندگی هن یه دفعه یه آدم پوپولیست عوام فریب پیدا بشه و فریبشون بده و این احساسات مردم رو در خدمت قدرت طلبی خودش نشون بده. چون در جوامعی که مردم مایوس میشن، جامعه اتمیزه میشه و نهادهای مدنی و نهادهایی که مورد مرجعیت مردم دچار فروپاشی میشن، بهترین زمان برای رویکردهای فاشیستیه که یک کسی بیاد با راه حل ساده بگه من یک راه حل ساده دارم برای مشکلات مردم. یادمه بعد از اتحاد شوروی که دچار فروپاشی شد، یک کسی اومد، ژیرینوفسکی، یک حزب لیبرال ملیگران تشکیل داد، فکر کنم لیبرال دموکرات هنوزم هست در پارلمان روسیه، یک حزبیه. اون موقع شوروی دچار فروپاشی شد و مردم به شدت به لحاظ اقتصادی
گرسنه بودن، گفت من یه راه حل ساده دارم. من سر موشکای اتمی رو میگیرم سمت آلمان، میگم یا پول و غذا میدید یا شلیک میکنم. همین، با همین شعاری که ظاهرا خیلی احمقانه است و نباید مردم رو فریب بده، تبدیل به حزب سوم روسیه شد، رفت پارلمان، هنوزم که هنوزه هست. خب نقطه میذاریم سر خط و سوال اول پیرامون همین موضوع اخیری که آقای ویسی مطرح کردن هستش و اون جمله آقای ویسی که مردم زندگی میخوان و زندگی خوب هم میخوان و این زندگی رو فارغ از این که به چه جنایی تعلق داشته باشن تمامشون بر سرش اشتاره که نظر دارن. سوالی که مطرح شد توسط حضار در روم از آقای ویسی این که حالا قبول دارن این که به هر حال همه مردم باید به اون سمت سو حکومت بره که زندگی خوب رو برای همه مهیا بکنه، اما آیا برپا داشتن زندگی خوب از سوی حکومت به این معنا هم هست که منافع ملی و منافع امنیتی حکومت هم تایید و تعیین میشه؟ براتون یه مثال کوچیک میزنم تا بهتر سوال رو درک بکنید. همین الان ما مشکل داریم با جامعه جهانی بر سر منافع، بر سر مسئله اتمی یا بر سر مسئله موشکی یا سر عمق استراتژیکی که حالا جمهوری اسلامی معنا میکنه به نام محور مقاومت توی عراق، سوریه، لبنان و کشورهایی که به هر حال ایران قدرت داره توش، و به واسطه همین حضور جمهوری اسلامی و اعمال جمهوری اسلامی ما تحت تحریم قرار گرفتیم و بسیار بسیار مخصوصا تو سالهای اخیر از لحاظ اقتصادی مردم در تنگنا قرار گرفتن به واسطه این تحریم ها. اگر ما زندگی خوب بخوایم باید دست از پروسه موشکی خودمون برداریم، باید دست از فعالیت های اتمی خودمون برداریم، باید بیخیال حضور خودمون در کشورهایی مثل سوریه، عراق، لبنان و جاهای دیگه ای بشیم. البته من تحلیل خودم رو دارم، اما من فقط سوال رو مطرح الان دارم میکنم و این اگر این کار رو بکنیم بله تحریم ها برداشته میشه و مردم مطمئنن علاوه اقتصادی زندگی خوب بهتری خواهند داشت، اما آیا منافع ملی ما هم تعیین و تایید میشه با این کارها؟ مثالی هم که زدن در اتاق این بود که ما در جنگ جهانی اول و دوم اعلام بیطرفی کرد جمهوری اسلامی، اما به واسطه همین اعلام بیطرفی کردن باعث شد که کشور ما اشغال بشه از ناحیه قدرتمندان، حالا متحدین و متفقین، و اون اتفاقات تلخ هم در داخل کشور بیفته، قحطی و هزار تا چیز دیگه، مخصوصا اون قضایای آذربایجان و کردستان و اینها که جدایی طلب بودن و میخواستن جدا بشن از ایران و قوام السلطنه رفتش قضیه رو به هر درست کرد. مقصود این که گاهی اوقات زندگی خوب داشتن به معنای اینه که چشم بپوشیم و چشم ببندیم بر بعضی از منافع بلند مدت ملی خودمون. بریم پاسخ آقای ویسی رو در مورد این انتقاد بشنویم که ببینیم اساسا وارد هست یا خیر. بشر به این تا اینجایی که عقلش رسیده از دموکراسی کم هزینه تر روش پیدا نکرده. این معنیش این نیست که دموکراسی ایراد نداره، دموکراسی کم هزینه ترین روشه، یعنی همه خودشون رو به مردم بسپارن، مردم انتخاب کنن. ایران ظرفیت های اینو داره که اگر حکومتش مورد تایید مردم باشه، مورد تایید بخش گسترده تری از مردم باشه، کاملا ظرفیتشو داره که در سطح منطقه از منافع ملی خودش دفاع کنه، ظرفیت این رو داره که در مسیر درست اقتصادی قرار بگیره، ظرفیت این رو داره که خیلی از سرمایه های خارجی رو جذب کنه، ظرفیت این رو داره خیلی از ایرانی ها بیان توش دوباره سرمایه گذاری کنن. اون چه که مانعشه و ما نگرانشیم ناشی از این میاد که یکی از جریانات سیاسی بخواد خودش رو به ما نماینده مردم بگه، آقا من مردم هم،
بقیه رو نمیذارم تو انتخابات شرکت کنم. من حکومت دستمه، نمیذارم بقیه شرکت کنم. یه شورای نگهبان میذارم اونجا، رد میکنم. میگم اون سلطنت طلب نباشه، این حزب دموکرات و کمال است نباشه، این اصلاح طلب رادیکال نباشه، این ملی مذهبی نباشه، این اصلاح طلب حکومتی آقای جهانگیری نباشه، این اصولگرای معتدل آقای لاریجانی نباشه. اینجوری نمیشه. اگر اینجوری باشه که همین وضعی که هست، متقابلا اگر یک کسی هم اومد سر کار گو آقا من پادشاهی هم، مردم بهم رأی دادن، بقیه جریانات سیاسی نباید باشن، اونجوری هم نمیشه. چپ هم اومدن سر کار گفتن دین دارن. من عذرخواهی میکنم فرمایید، من منظورم این رو متوجه میشم، تا اینجا هم 100% با، اما سوالم اینه الزاماً اگر همه مردم هم موافق باشن که آقا ما زندگی خوب میخوایم، سیاست خارجیمون و همه اینها رو بر مبنای منافع حالا ملی خودمون که آقا یه زندگی خوب میخوایم، خب در زمان رضا شاه فرض رو بر این بگیریم، سوال اینه مثلا در جنگ جهانی دوم اگر همه مردم هم و همه گروه های سیاسی با دولت بودن یا با اون حکومت بودن، آیا میتونستن مانع اراده قدرت های غربی بدن؟ نه بودن. نه چون اینجا این تعارض رو شما چطور حل میکنید؟ خیلی خوب، یعنی تعارض وجود میاد، من زندگی خوب میخوام، جنگم نمیخوام، میخوام بریم به هر حال هر جوری شده. آقای ویسی شما به عنوان پادشاه، رئیس جمهور، نخست وزیر، هر چی، برای من زندگی خوب بیا، اما این باید در اراده شما هم باشه دیگه، صرف اراده شما کفایت نمی. من سوالم اینه، امیدوارم متوجه شده باشه. بله بله متوجه. عرض من اینه، اگر ملت ایران پشت رضا شاه بود، انگلیس و روس غلط میکرد که این کشور اشغال بکن. هیچ کشوری قابل اشغال نیست اگر مردمش پشت سر حکومتشون باشن. ممکنه به لحاظ نظامی شما برید اون کشور، ولی میندازن بیرون. من حرفم اینه، میگم مشکل رضا شاه، مشکل شاه، مشکل آقای خمینی، مشکل آقای خامنه‌ای اینه که همه ملت باشون نیست. اگر همه ملت پشت سر حکومت باشه، به این معنی که ملت هم موقعی پشت سر حکومته که حس کنه در انتخابات میتونه نظرش رو اعمال کنه، میتونه اون کسی رو که میخواد بیاره سر کار، 4 سال بعد بذاره ازش کنار اگه نمیخواد. اگر این اتفاق بیفته، اون موقع ما یک حکومتی داریم و یک مردمی داریم که بنابر شرایط و امکانات کشور با بقیه دنیا رقابت میکنه. این معنیش نیست همه مشکلات حل میشه. همین الان بهترین حکومتی تو ذهن تک تک ماها اینجاست. تمام این 600 700 نفری که الان تو این رومه، شما بگید بهترین حکومت مد نظرشون بیاد سر کار، باز هم مشکلات ایران حل نمیشه. این کشور کلی مشکل داره، تازه رقابت با بقیه دنیا شروع میشه. پاکستان که عاشق چشم روی ما نیست، کشور منطقه که عاشق چشم روی ما نیستن، ژاپن، آمریکا، هیچ کی عاشق چشم ابرومان. من میگم ما تا مقدمه اینه که ما بتونیم در منطقه و دنیا جایگاه واقعی ایران رو پیدا کنیم، اینی که اول مسئلهمون رو با خودمون حل کنیم. ما تمام این جریان سیاسی که در ایران هستیم، بدون تحمل هم دیگه، بدون قبول کردن داوری نهایی مردم، بدون فیلتر اونم، نه این که بیایم بگیم آقا مثلا من اول یه سری رو میذارم کنار بعد مردم بیان انتخاب کنن، نه، بدون فیلتر، بدون فیلتر همه جریان سیاسی خودشون رو به مردم عرضه کنن، مردم همونجوری انتخاب کنن. اگر کسی هم این مسیر رو قبول نداره، معلومه دموکراسی و رأی مردم رو قبول نداره، اسمشو میذاره یک بهانه قانون، نمیدونم قانون بالاخره اینجوریه، قانون گفته شورای نگهبان، قانون گفته فلان فلان، اینا حرفه. ما اگر میخوایم مبنا رو بر نظر مردم بگذاریم، اونم چه مردمی؟ تازه من این ایراد رو بیشتر به طرفدار جمهوری اسلامی میگیرم،
میگم شما مردمی رو که هر رأی دادن داری محروم میکنی، مردمی هم که بالای 90 خورده ای درصدش مسلمونه، یعنی شما به رأی این مسلمون، به درایت این مسلمون هم اعتقاد نداری. مردم ما که مردم چه میدونم به قول خود حکومتی یا غیر دینی که نیستن، فرض رو کنیم همه دینی هست، همه ارزش های دینی رو یا مذهبی هن یا به لحاظ فرهنگی مسائل مذهبی رو قبول داره. چرا ما خب اجازه نمیدیم همه مردم انتخاب کنن؟ اصلا بحثم جمهوری اسلامی فقط نیست، من همه جریان ها سیاسی میدونم، بحثم بحث جدال بین جمهوری اسلامی و مخالفین اصلاح طلب و اصولگرا نیست، من اصلا اینا رو فرعی میدونم. اصلش اینه که یا ما به یک راه حلی برای آینده ایران اعتقاد داریم یا نداریم، میخوایم منافع گروهی جناییمون رو ببریم. اگر آینده ایران برامون مهمه، این ملت دیگه باید آشتی ملی، این ملت دیگه این نیست که هر 30 سال یه 3 میلیون 5 میلیون ازش فرار کنه بره خارج از کشور، چند صد نفر اعدام بشه، چند صد هزار 10 هزار نفر بندازیم تو زندان، تا اینی که ببینیم نوبت بعد کی میاد بالا دوباره یه چند صد نفر رو اعدام کنه، چند 10 هزار نفر رو بازداشت کنه، چند میلیون نفر هم از کشور بره. ایران رو اینجوری نمیشه درست کرد. شما ممکنه بپرسی خب راه این آشتی ملی چیه؟ من میگم بشر هیچ راهی بهتر از صندوق انتخاب نکرد. یک صندوق آزاد بدون فیلتر، بدون رد صلاحیت، جریانات سیاسی خودشونو به رأی مردم بذارن، بعد که حکومتی که اومد که متکی به رأی اکثریت ملت ایران بود اون قدرت میاره. دولت ما موقعی میره در دنیا صحبت میکنه، اگه دنیا بفهمه اکثریت ملت پشتشه، اون دولت قدرتمند مذاکره میکنه. اون موقع برنامه موشکی خوبه، اون موقع گروه نیابتی در منطقه خوبه. شاه هم گروه نیابتی داشت، مگه بارزانیان گروه نیابتی شاه نبودن؟ مگه شاه نمیرفت تو زفار چیز میکرد؟ من اصلا ایرادم به این نیست که جمهوری اسلامی میره تو منطقه گروه نیابتی درست میکنه یا برنامه موشکی داره، من ایرادم به اینه که این کارا رو میکنه ولی مردم از حکومت راضی نیست. من عرضم رو کوتاه میکنم، میگم کشور منافع ملی داره، در منطقه رقیب داره، دشمن داره، برنامه موشکی هم میخواد، گروه نیابتی هم میخواد، سرویس اطلاعاتی هم میخواد، ولی همه اینا باید ناشی از اراده ملت باشه. ملت بدون فیلتر حکومتشو انتخاب کنه، بعد از اینی که حکومتشو انتخاب کرد اونم برای موقت، نه برای 32 سال و 50 سال، 4 سال حکومت میده دست یک کسی، کسب دموکراتیک و قدرت، حفظ دموکراتیک و قدرت، انتقال دموکراتیک و قدرت. سر 4 سال هم اگه ملت گفت خوشم نمیاد، هر کسی حاکمه باید بره، فرق نمیکنه کی باشه. سال بعدی از آقای ویسی با این تحلیل شروع شد و شروع میکنم خود من هم، که تا آموزش کافی نداشته باشن مردم یک جامعه پیرامون حکومت، نحوه رابطه حکومت با شهروندان، وظایف حکومت، تعریف درستی که از منافع ملی میتونه یک حکومت داشته باشه و همینطور وظایف متقابل ملت دولت و دولت و ملت، تا وقتی که این آموزش ها به صورت نهادینه در یک کشور مردم کشور به وجود نیامده، نمیتونیم شاهد این باشیم که اون کشور به اون وضعیتی که ما از اون به معنای وضعیت مطلوب تعبیر میکنیم قدم برداره و به اون نقطه برسه. البته قضیه آموزش که کاملا قضیه درستیه، تا اینجای تحلیل درسته، اما بعد از این تحلیل پرسش کننده از آقای ویسی میپرسه که با این عدم وجود آموزشی که بین مردم ما وجود داره و همینطور پرسش کننده اعتقاد داشت که ما در 100 سال اخیر بارها و بارها انتخابات داشتیم و انتخابات در کشور ما وجود داشته و مردم ما خودشون انتخاب کردن و چون آموزش وجود نداشته ببخشید انتخابات بد داشتن، یعنی انتخاب بد کردن و اون ارتباطی نداره که
و که ما دموکراسی نداشتیم یا انتخاب نداشتیم. این به این ارتباط داره که مردم ما آموزش درستی نداشتن. و پرسش دیگری که به دنبال یک معنای جدیدی هم بود پرسش کننده، این که با این وضعیت آیا ما نباید شاهد باشیم که قضیه دانشگاه آزاد رو مثال زد که اختلافاتی که در دانشگاه آزاد به وجود اومد و باعث شد که روند کاری دانشگاه آزاد برای مدتی مختل بشه سر قضایای آقای هاشمی و هیئت مدیره و اینها، و در نهایت هم آقای خامنه‌ای دخالت کرد و قضیه رو جمعش کرد. از نظر پرسش کننده آیا ما و جامعه ما به علت عدم وجود این آموزش احتیاج نداره به یک قیم و یک شخصی که مثل آقای خامنه‌ای در گرانیگاه ها و گلوگاه های حساس و مشکلات حساس جامعه و کشور بیاد و حرف آخر رو بزنه؟ حالا اینجا تعبیر به آقای خامنه‌ای میکنند و میتونیم حالا تعبیر به پادشاه هم بکنیم. بریم پاسخ آقای ویسی رو مخصوصا در مورد اون قسمتی که گفتش ما 100 ساله که انتخابات داریم و انتخابات در کشور وجود داره رو با هم دیگه بشنویم. ببینید، من باز برمیگردم به همون حرفم، آموزش بحث دراز مدت نسل اون. من اعتقادم اینه که رجوع مستقیم به رأی مردم. شما میگید ما 100 150 سال این کارو کردیم. نه، نکردیم. ما در 150 سال اخیر رجوع به رأی مستقیم مردم نکردیم. کجا کردیم؟ در مشروطه که مبنای رجوع بود چیز اصناف بود، اصناف اومدن وارد مجلس شد. آقای دکتر رجوع رفراندوم 57 نبود؟ کجا؟ کدوم رفراندوم؟ خب 98% مردم آری دادن دیگه. آره باید نه 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 خب اجازه بفرمایید، اونجا فقط یه گزینه بود، جمهوری اسلامی، گزینه های دیگه نبود. فقط من بودم، یادمه، فقط جمهوری اسلامی بود. و شما در هر همه پرسی موقعی که یک نوع مدل حکومت رو بگذاری، اصلا مکانیزم رای گیری اینه که غالبا احتمال زیاد رای میاد در همه پرسی. یعنی اگر آقای خمینی میگفت مثلا جمهوری دموکراتیک فلان، اونم رای می آورد. من میخوام بگم که اونم تازه یه موقعی انتخاب شده. آقای خمینی خودش گفت که آقا پدران ما یه انتخابی برای ما کردن، چه اجباریه که ما با اون رأی پدرامون بخوایم بریم جلو؟ الان 42 سال از اون قضیه گذشته، جمهوری اسلامی هنوز به اون داره تکیه میکنه. من میگم در هیچ موقعی در این تاریخ ملت انتخابات آزاد به شکل پایدار نبوده، ممکنه در یه دوره کوتاهی هم بوده. شما میگید که چطوری میشه ازش عبور کرد؟ واقعیت اینه که هیچ راهی نیست که همه مشکلات بشه با هم حل کرد. فقط میشه امید داشت که اگر مردم آزادانه برن حکومت انتخاب کنن و اون حکومت بتونه نظر مردم رو اعمال کنه، یواش یواش قطار بیفته به مسیر درستش. مثال عرض میکنم، ببینید در سال 76 این ملت رأی داد آقای خاتمی رو انتخاب کرد. انتخابات نسبتاً آزاد یا رقابتی بود، ولی خداوکیلی آقای خاتمی تونست رأی ملت که بهش داده بودن رو اعمال کنه. آیا حاکمیت و نهادهای قدرتمند در جامعه به رأی ملت و به منتخب ملت تمکین کردن؟ نکردن دیگه. هر کی به یه بهانه گفت که آقا این حکومت آقای خاتمی یه جاش ایراد داره باید جلوش وایساد، روزنامه ها رو بستن، اون یکی اون یکی اون یکی اون یکی. در دوره که دولت اول روحانی هم بود، بالاخره مردم به اون دولت رأی دادن، رفته یک توافقی انجام داده. چقدر توی این کشور کارشکنی شده، آخرش هم که ترامپ توافق رو بند. من نمیخوام در این بحثای ریزش ورود کنم، میگم که هیچ راهی در دنیا نیست که بشر کشف کرده باشه بهتر از دموکراسی باشه. این معنیش این نیست که دموکراسی همه مشکلات رو حل میکنه.
ضررش کمتر از بقیه مدل‌های حکومتیه. این به این معنی نیست اگر امروز دموکراسی بیاد یه روز همه مشکلات کشور حل بشه. این اصلا به این معنی نیست که شما فردا رای گیری آزاد بشه و انتخابات هم بشه یه دفعه بتونید همه مشکلات رو حل کنید. اصلا اینطور نیست. منطور قطار تو ریل درستش قرار میگیره. اینی که فرض کنید اگه یه کسی دولت منتخب بود شد نخست وزیر، شد رئیس جمهور، کل نیروهای مسلط تو تحت امرش باشه به عنوان منتخب ملت، هر کی میخواد باشه، میخواد آقای خامنه ای باشه، شاهزاده رضا پهلوی باشه، نمیدونم هر کی میخواد باشه. ولی اگر کسی منتخب ملته دیگه همه حقوقی که ملت به نیابت از ملت بهش واگذار شده بتونه اینو اعمال بکنه، نه اینی که یک مردم به یک کسی رأی بدن یک کسی دیگه از اون ور بیاد کارشکنی بکنه. فرقی هم نمیکنه اصلا، من میگم فرقی نمیکنه، میخواد شاهزاده رضا پهلوی باشه، میخواد آقای خامنه‌ای باشه، یک کس دیگه. اگر ملت به یک کسی رأی میده اون به نیابت از ملت در یک دوره محدود حق داره تمام اختیاراتی که به عنوان دولت و حکومت در کشور وجود داره بدون معارض در اختیار باشه و اعمال حکومت کنه. و اگر خود مردم نپسندیدن گفتن این بی ارزه است، 4 سال بعد بذارنش کنار. این حتی اگر ایراد داشته باشه از همه مدلای دیگه منافعش بیشتره. دوستان سوال بعدی خیلی سوال مهمی بود، مهم از این جهت که پاسخی که آقای ویسی دادن رو واقعا من پاسخ مهمی میدونم و البته من برای اولین بار بود واقعا این دیدگاه آقای ویسی رو خودم میشنیدم، شاید قبلا گفته بود ولی من نشنیده بودم. به هر حال اولا که پرسش کننده از این موضع و از این زاویه شروع کرد که ما دو نوع گفتمان از نظر پرسش کننده، دو نوع گفتمان غالب در کشور وجود داره. یک گفتمان دینی که البته الان گفتمان حاکم هم هست و دیگری گفتمان ملی یا گفتمان پادشاهی خواه یا گفتمان متکی بر مشروطه سلطنتی به واسطه حالا اون نوستالژی که ملت ایران از پادشاهی داشتن، مخصوصا الان که وضعیت اقتصادی، وضعیت سیاسی و مخصوصا بین‌المللی ایران چندان خوب نیستش و بچه خوبی هم در جامعه جهانی نداره، وقتی نام ایران میاد یا نام ایرانی میاد مردم مقایسه میکنن با اون دورانی که در زمان محمد رضا شاه بود و به هر حال عظمتی که تصور میکنن که اون موقع داشتیم. من البته میگم تصور میکنم، دوستان من الان در مقام پرسش کننده هستم، خواهشم به من نقد و انتقاد نکنید، من نظرات خودم رو دارم و بسیاری از دوستان نظرات من رو میدونن ولی من فعلا دارم پرسش ها رو مطرح میکنم و باید هم صادق باشم در نقل پرسش. و اینکه این دو گفتمان آیا تا به حال خب با هم دیگه زد و خورد داشتن، افتراق داشتن، بارها و بارها هم دیگر رو متهم کردن حتی به خیانت، آیا این امکانش وجود نداره؟ پرسش کنند از آقای ویسی میپرسه که این دو گفتمان رو به هم دیگه نزدیک بکنیم به علت اینکه این دو گفتمان نقاط اشتراک بسیار زیادی در قیاس با نقاط افتراق هم دیگه دارن و میتونیم با تکیه بر این نقاط اشتراک این دو رو به هم دیگه نزدیکتر بکنیم و البته نتایج مطلوب تری هم به واسطه این نزدیکی بگیریم. این سوالی هستش پرسش کننده میپرسه. و اون موردی هم که عرض کردم برای اولین بار بود من از آقای ویسی میشنیدم و میشنوم، بحثی بود و تحلیلی بود که آقای ویسی در مورد مشروطه سلطنتی و نوع حکومت بعدی داشت و اینکه آقای ویسی اعتقاد داره که بهترین نوع حکومت فعلا به دلایلی که حالا خواهیم شنید در حال حاضر برای ملت ایران مشروطه سلطنتی است. پادشاهی مثل حالا حکومت یا نظام سیاسی سوئد یا هلند یا اون کشورهای اسکاندیناوی که پادشاه دارن فقط سلطنت میکنه و هیچ دخالتی در امورات سیاسی نداره، یا حتی انگلستان، حتی خب انگلستان یه خود متفاوته با اسکاندیناوی و در این مورد صحبت میکنه. خیلی جالبه دوستان، توجهتون جلب میکنم به این قسمت از صحبتهای ویسی و حتی همین پرسشی که پرسش کننده مطرح کرد از آقای ویسی. بریم ما هم دیگه گوش کنیم.
یه موقع باید ببینیم واقعیت چیه. اشتباه اونجاست که ما تصورمون از واقعیت رو جایگزین واقعیت بکنیم. از من اگه به لحاظ شخصی بپرسی، من میگم گفتمان پادشاهی روز به روز داره تقویت میشه، روز به روز تعداد بیشتری از مردم دارن بهش میپیوندن. دلیلش اینه، دو تا تصوره. من اینو یک موقعی که با از طرف رادیو فردا رفته بودم گفتگو با آقای شاهزاده پهلوی به خودشان گفتم. گفتم سرمایه سیاسی شما دو تا تصور تو ذهن مردم. یک، مردم، یعنی مردمی که الان در 1400 هستن، نه مردم 50. مردم خیلی ها تصور میکنن حکومت پدر شما حکومت خوبی بوده، مردم راحت تر بودن توش. تصور میکنن، ذهنیت شونینه به این باوره. دوم، خیلی از مردم، شمار قابل ملاحظه‌ای از مردم تصور میکنن، ذهنیتشون بینه، باورشون بینه که تجربه جمهوری اسلامی تجربه موفقی نبود. ترکیب این دوتا شده سرمایه سیاسی شما. حالا اینکه خود شما چیکار میکنیم همونش کاری ندارم. میخوام بگم این دوتا تصور الان در جامعه ایران تصور پررنگیه از نظر من. اینی که چند درصد از مردم ایران بهش قبول دارن این رو، باید یه انتخابات آزادی باشه. شاید تصور من اشتباه باشه، شاید درست باشه. اون دو تایی هم که شما فرمودید، همونطور که عرض کردم، من تصورم اینه گفتمان پادشاهی روز به روز داره به طرفداراش اضافه میشه، برخلاف سال 57 که این گفتمان به شدت آسیب دیده بود و حتی مردم مرگ شاه رو میخواستن، اصلا هیچ زمینه ای نداشت بعد از 57. الان بعد از 40 سال دوباره روز به روز رجوعش بیشتر شد. من نمیخوام مدعی بشم که گفتمان برتره، من تصورم اینه ممکنه رای دیده بشه برتر باشه، ممکنه نشه. کما اینکه مخالفینش هم نمیتونن بگن گفتمان برتر نیست، چون به رای مردم گذاشته نشده که معلوم بشه برتر هست. از اون طرف دین در این کشور نه فقط امر مذهبیه، نه فقط خیلی از مردم ایران مذهبیان، اصلا ارزش‌های دینی در خیلی از موارد ارزش‌های فرهنگیه. من عرض کردم خیلی از مردم ما مذهبی هم نیستن، ولی امام رضا رو دوست دارن. اصلا امام رضا تو این کشور چیز فرهنگیه. یعنی خیلی از مردم هم که مذهبی نیستن برن مشهد امام رضا میرن، ممکنه نماز هم نخونه ولی امام رضا رو دوست داره، میری یه زیارتی میکنه، یه سری میزنه. شما محاله تو ایران کسی پیدا بکنی جو به خودش تو ذهنش، حتی اگر حکومت هم نباشه، محاله پیدا بکنی کسی که علیه امام رضا باشه. ممکنه یه کسی حتی تو خونم موقعی که فشاری بهش میاد بلاز اقتصادی به قول معروفی کفری بگه، یه چیزی هم به همه، ولی اون چه که بهش میگن قالب ملت ایران، امام رضا رو دوست دارن. چون امام رضا رو فقط مذهبی که نمیدونن، امام رضا یه جنبه فرهنگی پیدا کرده، یک هنجاری شده بین مردم امام رضا. خب توی این کشور که به قول شما مردم دینی هستن، امام رضا و چیزای دینی رو هم دوست دارن، از اون طرف هم شما یه گفتمان اونجوری میبینید، باید ببینیم مردم چی نظرشون. موقعی که به امر حکومت میرسه باید انتخابات آزاد باشه. ممکنه تصور بنده شما داریم درست در بیاد، ممکنه هم هست نه، اصلا یه گفتمان دیگه رای بیاره که هم از جمهوری اسلامی عبور کنه هم از پادشاهی عبور کنه. ممکنه اصلا یه گفتمان دیگه باشه، ممکنه گفتمان جمهوری رای بیاره، ممکنه گفتمان پادشاهی مشروطه رای بیاره، نه اصلا ممکنه همه جمهوری اسلامی رای بیاره. اگر در انتخابات آزاد باشه، اگر اکثریت ملت جمهوری اسلامی بخوان چه ایرادی داره؟
اگر اکثریت ملت پادشاهی مشروطه بخوان چه ایرادی داره؟ اگر اکثریت ملت جمهوری بخوان چه ایرادی داره؟ خب بالاخره اکثریت ملت دیگه. مشکل از جایی شروع میشه که ماها خودمون رو میذاریم جای ملت، یعنی میگیم ملت اینو میخواد، ملت اونو میخواد. نه خیر، هیچ حرف هیچ کدوم از ما، نه منی که یه شهروند عادیم، نه خامنه ای که حاکمه، هیچ اعتباری نداره اگر انتخابات آزاد نباشه. باید بره به انتخابات آزاد، اون موقع معلوم میشه که ملت نظر آقای خامنه ای رو قبول میکنه، نظر آقای پهلوی رو قبول میکنه، نظر جمهوری خواه رو قبول میکنه. هیچ چیزی مثل انتخابات آزاد این توهم ها رو باطل نمیکنه. توهم اینی که مردم من جمهوری اسلامی رو میخوان، توهم اینی که من جمهوری رو میخوان، توهم اینی که من پادشاهی رو میخوان. بهترین راه اینی که ملت، من راهی بهتر از این نمیشه. بله دوستان، بعد از این صحبت های آقای ویسی در مورد اینکه نظام مشروطه سلطنتی یا نظام سلطنتی به واسطه دلایلی هم که آقای ویسی بیان کردن و برشمردن الان به عنوان گفتمان غالب و گفتمان مطلوب مردم برای نظام سیاسی آینده میشناسن و هست، پس از این صحبت ها خب خیلی انتقادات بسیار زیادی شد، بحث و جدل های بسیار زیادی در اتاق اتفاق افتاد و در نهایت این پرسش اساسی رو از آقای ویسی پرسیدم. باید البته اینم عرض کنم که جو اتاق بیشتر به سمت انقلابی جماعت میرفت تا کسایی که حالا معتقدن به براندازی یا معتقدن که این نظام جمهوری اسلامی دیگه نظامی نیست که کارکرد درست و مثبتی داشته باشه. مقصود این که از آقای ویسی پرسیدن که شما از طرفی بیان میکنید که مردم باید به رأی مردم و نظر مردم احترام گذاشت، باید به دموکراسی تن داد، اما از طرف دیگر تجویز میکنید نظام سیاسی که در آینده مطلوب مردم هست نظام پادشاهی است و این دو با هم دیگه تضاد داره و به هر حال پارادوکسیکاله به قول علمای غربی، و این پارادوکس رو از آقای ویسی پرسیدن. بریم پاسخ آقای ویسی در این مورد رو با هم دیگه گوش کنیم. من منظورم پادشاهی مشروطه است، یعنی من اعتقادم اینه، تصورم اینه، تو سالهای اخیرم بهش رسیدم که اگر ما میخوایم از این شرایط عبور کنیم و یک عبور کم هزینه‌ای باشه، کسی رو میخوایم یا کسانی رو میخوایم که بتونن مردم رو متحد کنن برای عبور از این شرایط، بتونن یک عبور کم هزینه رو، کم خشونت رو از این شرایط فراهم کنن، و بعدش موقعی که رفتیم شرایط جدید حفظ ثبات و امنیت و یک پارچگی هم بشه. من اینو امروز در یه روم دیگه هم عرض کردم، رهبری نیاز هست با این ستا کار کرد، مردم رو در داخل و خارج متحد کنه برای این عبور، دوم اینی که این عبور کم خشونت و کم هزینه باشه، سوم اینی که بعد از عبور ثبات و امنیت و یک پارچگی کشور محفوظ بشه. در چارچوب این باید دید که چه کسی یا چه کسانی این کارکرد رو بیشتر از بقیه دارن. من تصورم اینه که شاهزاده رضا پهلوی این ظرفیت بیشتر داره. ممکنه از خیلی ها تعجب کنن که من مثلا با اون سوابق اصلاح طلبی و با این بحث های روزنامه نگاری اینا چی شده که حالا همچی حرفی میزنم. من ایران برام مهم، من اصلا شاهزاده رضا پهلوی به شخص خودش خیلی بحثم فردی نیست، بحثم سر اینه که چطور میشود عبور کرد کم هزینه و ثبات و امنیت یک پارچگی حفظ بشه. مردم معمولا در همه مسائل به چیزی که براشون آشناس رجوع میکنن، و در بین تمام نیروهای سیاسی من فکر میکنم نهاد پادشاهی مشروطه مورد اعتماد تره برای حفظ ثبات، حفظ امنیت، حفظ یک پارچگی. ولی آیا این می معناست که همه چیز رو باید به یک فرد سپرد؟ نه. آیا به این معناست که از کجا معلومه توش دیکتاتوری جدید در نیاد؟
اصلا به هیچ کی نمیشه اعتماد کرد که دیکتاتور نشه. میخواد آقای خامنه ای باشه، میخواد شاهزاده رضا پهلوی باشه، میخواد نمیدونم شاه باشه، میخواد رضا شاه باشه، میخواد چه میدونم احزاب چپ باشن، جمهوری خواه باشن. قدرت رو به هر کی بدی اگر پاسخگوش نکنی و نهادهای کنترل کننده قدرت بشنوی، پسر پیغمبرم باشه دیکتاتور تایش درگیر، اسمش فقط فرق خواهد کرد. راهش چیه؟ آزادی رسانه بتونه حکومت نقد کنه، قوه قضاییه مستقل بتونه جلو فساد رو بگیره. اینا هم یک شبه درست نمیشه. اینی که فکر کنید مثلا الان فردا پس فردا روز آزادی رسانه است، قوه قضاییه مستقل هم هست، دیگه کسی تمایل به دیکتاتوری نداره. هر کسی قدرت داشته باشه زیر دهنش قدرت مزه کنه، یواش یواش میگه اه چقدر خوبه، بیشترش کنه و قدرت مطلقم تبدیل فساد میشه. من منظورم پادشاهی مشروط است، یعنی نهادی که ثبات و امنیت و یک پارچگی رو حفظ کنه و بتونه کشور رو رهنمون کنه به یک دموکراسی سکولار. مهم نیست اصلا پادشاهی مشروط است یا جمهوری خواهیه، من میگم اون ظرفیت بیشتر داره. ولی آیا این به این معناست که اون حق داشته باشه که خودش دولت تعیین کنه، وزیر تعیین کنه؟ نه، مبناش باید نظام پارلمانی باشه، یعنی همه جریانات سیاسی خودشون به مردم عرضه کنن به میزانی که سهم دارن وارد پارلمان بشن. اگر یک جریان سیاسی به تنهایی قوی بود دولت تشکیل بده بالای 50%، نبود ائتلافی که بالای 51% رأی داره کشور رو اداره کنه، منتها برای حفظ ثبات و امنیت چگی، من فکر میکنم بالاتر از اون قوه مجریه و نظام پارلمانی. ما در آینده نزدیک تصور من اینه که پادشاهی مشروطه میتونه کمک کننده باشه. آیا پادشاهی مشروطه امر مطلوبه؟ نه. اگر جمهوری توی این کشور اینقدر اصل و اساسش جا افتاده بود که میشد همین امروز جمهوری رفت که پایدار باشه به حفظ ثبات و امنیت و یک پارچه کمک کنه، من اصلا پادشاهی مشروطه رو ترجیح نمیدم. خطر تجزیه، خطر جنگ داخلی و خطر حمله خارجی رو دفع کنه. من بر اساس این رفتم اصلا تز دکترامو برداشتم که ببینم چجوری میشه عبور کرد. آیا میشه مثل آفریقای جنوبی دست به دست بشه، حکومت قبلی به حکومت جدید بیاد؟ آیا میشه مثل چوکوسلواکی انقلاب مسالمت آمیز بشه؟ واقعیتش اینه که از همه اینا میشه درس گرفت. من بررسیش کردم، مطالعهش کردم اینا. ولی الگوی هر کشوری الگوی خاص خودشه. اصلا الگوی چوکوسلواکی رو نمیشه در کشور دیگه اجرا کرد. علت اینه که انقلاب چوکوسلواکی مسالمت آمیز شده این نیست که اینا یه انتخاب سیاسی کردن. این ملت سنت میان روی توش قرار. من فکر می‌کنم در ایران با توجه به این ملاحظات اگر پادشاهی مشروطه شکل حکومت باشه و بعد نظام پارلمانی باشه که هر کسی به اندازه‌ای که رأی داره حکومت کنه، اونم برای 4 سال نه بیشتر، شاید قطار سیاست حکومت در ایران بیفته روی ریل درستش. خب دوستان، این گفتگو من فکر میکردم میتونیم در یک قسمت خلاصش بکنیم، اما نزدیک به 2 ساعت و نیم این گفتگو خلاصش فقط زمان میبره و 2 ساعت خیلی زیاده برای یک ویدیو، و از این جهت من قسمت اول رو اکتفا میکنم تا همینجا و قسمت دوم رو هم بهتون قول میدم که چند ساعت پس بعد از قسمت اول حتما خدمتتون تقدیم بکنم. خیلی گفتگوی مهمی بود، مخصوصا که برای اولین بار من میدیدم که شخصی به نام آقای مراد ویسی، به هر حال با توجه به تأثیری هم که در فضای رسانه‌ای کشور داره به عنوان یک تحلیلگر و تحلیلگری که روی حرفاش و تحلیلهاش حساب باز میشه، برای اولین باری که اینطور بی‌پروا از مشروطه سلطنتی
و بهترین مدلی که برای آینده پس از جمهوری اسلامی میتونه متصور باشیم برای مدل حکومت حرف میزنه و همینطور از رضا پهلوی به عنوان نماد به حال این نوع مدل حکومت. خیلی جالبه در ادامه روم بحث‌های بسیار متعددی، بحث و جدل‌های متعددی با آقای ویسی میشه در مورد این تحلیلش، در مورد اینکه داره اشتباه میکنه، رضا پهلوی شخصیتی نیست که بتونه در این جایگاه بشینه و بتونه مردم رو متحد بکنه، و البته پاسخهای آقای ویسی رو در این مورد با همدیگه میشنویم. بهتون حتما توصیه میکنم که قسمت دوم رو هم حتما ببینید و لطف کنید حتما کامنت بذارید، لایک کنید و این گفتگو رو که واقعا زحمات زیادی بابتش کشیده میشه، بابت خلاصه کردنش و همینطور خلاصه کردن بحث و جدلها و سوالاتی که در روم مطرح میشه در یک خط، لطف کنید که این رو هم به دوستانتون معرفی بکنید. خیلی ممنونم ازتون، دم همتون گرم، مراقب خودتون باشید، زود زود با قسمت دوم برمیگردیم. مثل همیشه پاینده ایران عزیزمون، بدرود.